سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به فیتوپیا. من مهتر هستم، رزیدنت بیماری پوست عمو. توی این ویدیو میخوام در مورد میلیا باهاتون صحبت کنم، یعنی نقاط سفید رنگ که ممکنه دور چشمتون یا بینیتون اینا داشته باشید و بدونید که چیکار میشه کرد که بهتر بشه، آیا خطرناک هست یا نه و چیکار کنید که بیشتر نشه. اگه تازه به کانال من اومدید حتما سابسکرایب بکنید. هر هفته دو تا ویدیو جدید داریم در مورد پوست عمو، تغذیه، رژیم، لایف استایل سالم، برنامه‌ریزی بیمارستان، خلاصه هر چیزی که بخواید. زنگوله رو روشن کنید که از ویدیوها جا نمونید. برای شروع بریم سراغ این که میلیا چی هستش. میلیا یه سری زایای سفید رنگ هستن که به صورت منتشر میتونن اطراف چشمتون باشن. سایزشون میتونه متغیر باشه، بعضیشون بزرگ میشن، بعضیشون کوچیک‌تر هستن و یه ته رنگ زرد یا سفید دارن که میتونید از روی پوستونها رو ببینید. اینا چیه؟ در واقع گیر افتادن کراتین یا چربی یا سبومی هستش که به صورت طبیعی همیشه روی پوست ما هست و وقتی که این منفذ بسته میشه اون گیر میفته اونجا و به صورت یه توپی دیده میشه. چیکار میشه کرد؟ برای اینکه این زایه از بین بره راهی به جز تخلیهش وجود نداره واقعا. یعنی خیلی وقتا میلیه ها وقتی تعدادشون کم بزرگ هستن و اونا رو باید تخلیه کنیم، تخریبشون بکنیم، اما بعضی وقتا سایزشون خیلی خیلی کوچیکه و قابل حالا دیدن نیستن. مثلا شما تو آینه اگه خیلی دقت بکنید اونا رو میبینید، ما میگیم که با اونا کاری نداشته باشید، چون خیلی وقتا میلیه های کوچیک خود به خود در اثر زمان میتونن خیلی خیلی بهتر بشن. اما اگر میلیایی دارید که به صورت مشخص هستش و اذیتتون میده از نظر زیبایی، میتونید به پزشک مراجعه بکنید. کاری که انجام میشه اینه که اون تخریب میکنن دیوارش رو که اون محتوای کراتینی که داخلش هست بیرون بیاد. حالا اینو ما میتونیم با سرسوزن، سرنیدل انجام بدیم که یه بیهسی حالا ممکنه که براتون بزنن، بیهسی موضعی، حتی بعضی وقتا احتیاجی به بیهسی هم نیست و در واقع با اون نیدلی که میزنن اونو خالی میکنن. بعضی وقتا هم احتیاج هستش که اون دیوار زخیم‌تر از لیزر استفاده بشه، با لیزر اون دیوار رو از بین ببرن و کراتینش تخلیه میشه. حالا چیکار باید انجام بدیم که این میلیاها به وجود نیان یا کمتر باشن؟ ماهیت میلیا در واقع خیلی مشخص نیستش. توی بعضی از افراد به صورت ژنتیکی بیشتره، به صورت خانوادگی اگه نگاه بکنید افراد ممکنه که همشون اطراف چشمشون مادر، مادر بزرگ، فرزند همه اینا رو داشته باشن و بعضی هم هستن که میلیا نه. اما هر چقدرم که ترشح چربی پوست بیشتر باشه احتمال اینکه میلیا داشته باشید بیشتر میشه. یه نکته دیگه‌ای هم که مهمه اینه که در واقع جایی که ضربه میخوره در اثر تروما میتونه میلیا ایجاد بشه. یعنی شما ممکنه که اصلا روی آرنجت میلیا داشته باشی در اثر اون ضربه‌ای که خورده. میلیاهای اولیه هستن یا ثانویه؟ اولیه همون چیزیه که بهتون گفتم، در اثر آفتاب، آسیب‌های پوستی، ترشح چربی و ژنتیکی میلیا ممکنه ایجاد بشه و در اثر ثانویه هم ممکنه به تروما و اون ضربه هایی که ایجاد میشه توی بقیه بدن هم باشه. اگه دیده باشید بچه های کوچیک، نوزاده هم ممکنه که اون زایای سفید رنگ رو روی بینیشون و کنار چشمشون داشته باشن که اونم نوعی دیگه از میلیا هستش. هر چقدر که توی بزرگسالی سن بیشتر میشه احتمال به وجود اومده میلیا بیشتر میشه یه جورایی، و گفتم بیس ژنتیک هم کاملا دخیل هستش، ولی اینکه مکانیزم دقیقش چیه خیلی شناخته شده نیست. درمانش چی بود؟ اون چیزایی که بهتون گفتم، این زایه باید تخریب بشه، ولی اگر کوچیک باشه ممکنه به صورت خود به خودی در طی زمان از بین بره. حالا چیکار کنیم که میلیا ایجاد نشه و پیشگیری بشه براش؟ چیزی که اهمیت داره اینه که حتما از محصولات مراقبتی زیر چشم مخصوص استفاده بکنید، چون که پوست این ناحیه خیلی ظریف هستش و ممکنه بعضی از مواد آرایشی یا محصولات پوستی باعث بشه که شما میلیا بزنید. حتی ممکن بعضی از کرمای دور چشم برای شما میلیا ایجاد بکنه. یعنی ممکنه که شما به این محصولی آلرژی داشته باشید یا وقتی که ازش استفاده میکنید میلیا بزنید. اینو حواستون باشه. بهتره که حتما محصولات مراقبتی زیر چشمتون متفاوت تر باشه، ضد آفتاب مخصوص زیر چشم بزنید. یه کار دیگه هم که میشه کرد استفاده کردن از رتینوئیدها مثل آتاپالن، دیفرین. اینا البته رتینول که مخصوص باز دور چشم، چون غلظتشون متفاوت هستش و اینا رو وقتی که استفاده میکنید یک لایه برداری خیلی ظریفی رو به مرور براتون ایجاد میاره که در واقع انگار دیواره اون میلیا رو از بین میبره و اون کراتین میاد
بیرون. استفاده کردن از محصولاتی که شوینده هستن و سالیسیلیک اسید دارن هم باز میتونه کمک بکنه، ولی میگم اینا چیزی نیست که امشب بزنید جواب بگیرید، یه چیزیه که به صورت روتین باید داشته باشید که دیگه ایجاد نشه و پیشگیری بشه براش. حالا آیا هر چیزی که دور چشم ما هست و سفید رنگه میلیاه ما باید بریم تخریبش بکنیم؟ نه، توی پوست شرایط خیلی متفاوتی میتونه وجود داشته باشه که تظاهر یکسانی داشته باشن. مثلا یه سری زایات دیگه میتونه اطراف چشم وجود داشته باشه به اسم سیرنگوم که اونا هم باز ماهیت متفاوتی دارن و با میلیا کاملا متفاوت هستن. زایات دیگه میتونه داشته باشه مثل فورد آیس اسپات که همون نقاط خروجی هست که به صورت طبیعی روی کل پوست ما وجود داره و کار خاصی اقدام خاصی نمیخواد، ممکنه از نظر زیبایی مشکل داشته باشه که اونو باید تخریب با لیزر انجام داد. ممکنه استوماکوتیس داشته باشیم، یعنی یه سری زایاتی که ممکنه توی تمام صورت پخش باشه و اینا حاوی بافت استخونی باشن که باز درمان اون کاملا متفاوت هست. و منظور این که هر چیز سفید رنگی دور چشم میلیان نیست و بهتر که حتما به پزشک متخصصتون مراجعه بکنید برای اینکه تشخیص درست بیماری به اضافه درمان مناسبش براتون اتفاق بیفته. مرسی که با من بودید. هر سوالی داشتید حتما تو کامنت ها بپرسید، من همه کامنت ها رو جواب میدم. اگر که دوست داشتید در مورد موضوع خاصی صحبت بکنیم حتما توی کامنت ها بگید که دوست دارید ویدیوهای بعدی چی باشه. سابسکرایب یادتون نره، هر هفته دو تا ویدیو جدید داریم و تا ویدیو بعد.